اولا من به رسانه تبریک میگم از این جهت که سخنرانی مهم مقام معظم رهبری رو بهش پرداختن که اینشون هر روز ساعتها مطالعه دارن میکنن و ما اگر درایت ایشون رو و حکمت ایشون رو که قبل از انقلاب در آثارشون مشهود هست، این 50 سال پیش در نظر نگیریم، بالاخره کسی است که در رأس یک جریان تجربی بسیار با عظمت در تاریخ حیات بشر حضور داشتن. این همه تجربه، این همه مطالعه روزانه، این همه دقتی که ایشون از قبل داشتن که فقط ما بخوایم مطالعه بکنیم آثار 50 سال پیش ایشون رو، واقعا اقتضا میکنه وقتی ایشون سخنرانی میکنن ما ده ها برنامه تو تلویزیون داشته باشیم از جهات مختلف سخنرانی ایشون رو بررسی بکنیم. ایشون در شیوه سخنرانی، همونجوری که سلوک شخصشون هم همینطور هست، در سلوک سیاسی هم همینطور هستن، خیلی متواضعانه حرف میزنن. انقدر رهبری متواضعانه حرف میزنن که شما احساس میکنید که نه، اتفاق خاصی نیفتاده. بر اساس مطالعاتی که ایشون دارن، اگر بخوان رفرنس بدن، اگر بخوان اصطلاحات علمی استفاده کنن، اگر بخوان یک کمی مثلا قیافه علمی بحث رو بالا ببرن، واقعا میتونن مقهور کنن مخاطب رو و میتونن فضل فروشی بکنن. ولی خب ایشون ندارن یه همچین بنایی رو. حتی تو امور معنوی، اون اطلاعاتی که آدم میدونه ایشون داره ولی از کنارش راحت رد میشه و با یه جمله ساده. لذا جملات ساده ایشون و احیانا عبارات مشابهی که در کلمات ایشون میبینیم نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که صحبت پیچیده ای نبود. ایشون بنا دارن ساده صحبت کنن و این تواضع در سخنان ایشون هست. خب امروز همه صحبت های ایشون رو در مراسم سالگرد امام شنیدیم. نقطه اعجاب برانگیز برای من خود ساختگی آقاست. به نظر من اونی که باعث می شود ما احتراممون به ایشون مضاعف بشه، به نظر من این نکته است. ببینید ایشون الان 33 سال هست که رهبری جامعه رو بر عهده داشت. بعد از امام آمدند و این کشتی را بر عهده گرفتند، مسئولیتش رو، و در این شرایط سخت، دشمنی های سهمگین، شرایط فرهنگی مختلف، شرایط سیاسی مختلف، با یک موفقیت هایی ایشان این کشتی را به جلو بردن. همه علاقمندان ایشون و عاشقان امام و عاشقان ایشون در تمام این مدت، خصوصا در 10-15 سال گذشته، با تمام وجود و راست به تمجید از عملکرد ایشون پرداخت. نگاه ایشون، پیشبینی های ایشون نسبت به حوادث اقتصادی، سیاسی، مذاکرات خارجی، داخلی، پیشبینی هایی که ایشون میکردن، و گاهی اوقات ما که فکر میکردیم یه دو تا چارتایی انجام بدیم، مثلا فکر میکردیم چجوری میشه همچین حرفی مثلا محقق بشه، تو انسان میبینه میشه. اگر از بدعهدی ها صحبت میکردن میدیدیم میشه، با اینکه فکر نمیکردیم اینطور بشه خیلی وقتا. اگر از بعض از جهات پیروزی صحبت میکردن فکر میکردیم نمیشه، ولی بعد میبینیم شد. خب این فرد 15 سال، 20 سال علل اقل، صبح و شب مورد تکریم و تمجید عشاق امام و انقلاب هست. این 15 سال، 20 سال، 30 سال در هر جلسه ای از یک کسی تمجید کنند، تعریف بکنند از کمالاتش، که واقعا هم خیلی از این کمالات واقعی هست و راسته، به کسی بگن، و بعد امام 10 سال حکومت کنن، ایشون 30 سال این کشتی را ببرن، بعد امروز شروع صحبتشون برای باشه که بعضی ها ما رو، من رو، یا به تعبیر خودش این حقیر رو با امام مقایسه میکنن و فاصله نجومی است.
من اعجاب برانگیزه. این برای من تولد یک اعجاب درونی است نسبت به یک شخصیتی که خودسازی این شخصیت چقدر هست. این هاست که انسان را ممتاز می‌کنه. ببینید خیلی این نکته برجسته و مهمیه، تواضع شدید رهبری به حضرت امام بی‌نظیر و مثال زدنیه. در حالی که رهبری خودشون صاحب نظرن قبل از این حرف ها، ولی شاگردی دارن میکنن در مکتب امام و ادب شاگردی رو حفظ میکنن و ساعت ها باید فقط درباره همین صحبت کرد. رهبری که خودشون وقتی در دوران جوانی به عنوان یک طلبه حرف هایی رو با دانشجوها در مشهد میزنن و با طلبه ها، که اون حرف ها رو تنها نمونش از یک نفر میتونید بشنوید، اون شهید صدر نابغه تاریخ اسلام هست که بی تردید ایشون نابغه تاریخ اسلام هست، یعنی یکی از نوابغ تاریخ اسلام، و تو این صده های اخیر نمیدونم ما به تعدادی انگشتان یک دست مثل ایشون نابغه داشتیم یا نه، و اون مرد بسیار با عظمت شهید صدری که سال اول پیروزی امام فرمود که با پیروزی انقلاب امام خمینی ابرقدرت ها به خاک سیاه نشستن. یعنی امروز ما میتونیم تازه بفهمیم یعنی چی این حرف، بعد از 40 سال میتونیم این حرف شهید صدر رو بفهمیم. رهبری حرف هایی دارن 50 سال پیش شبیه حرف های شهید صدر که حتما اینا با هم هم مباحث نبودن. کسی که خودش اینقدر صاحب نظره اینجوری مقید به شاگردی کردن مکتب حضرت امام، این خیلی درسه، این خیلی قابل تأمله و دست بر نمی داره مهمترین حرفای خودش رو برای رهبری جامعه برای جهان اسلام در کنار مرقد حضرت امام. و امروز یه جمله‌ای گفتن که من قبلا نشنیده بودم، حالا اون جمله رو دوستان شما پیدا کنن، فرمودن حضرت امام روح این انقلاب هست. خیلی چیزه، جمله فوق‌العاده‌ایه این جمله، یعنی یک لحظه خودشون رو جامعه رو بخوان مستغنی بدونن، بخوان به امام تاریخی صرفا نگاه کنن ابدا. امروز جمله دیگری هم فرمودن نرم افزار گام دوم انقلاب هستن حضرت امام. این مرجعیت دادن، شما اهل علم و اندیشه اید میدونید دانشمندان به سختی، متفکرین و حکما به سختی اینقدر مقید میشن به مرجعیت دادن به استاد خودشون. خب ارجاعی میدن ولی نه اینقدر. واقعا این موضوع هم موضوع قابل توجهیه و البته یکی از معجزات الهی برای این ملت که خط امام و مسیر امام یک ذره در این 33 سال تغییر نکرده. کسی خیلی کسانی دیگه بودن، ما تو زندگی کوتاه خودمون بعد از آیو در زندگی طولانی ترشون دیدن، با یک صندلی و با یک پست در طول یک هفته روحیشون عوض میشه، شخصیتشون عوض میشه، واقعا در وجود خودشون احساس میکنن که کسی هستن، احساس میکنن که حالا من دیگه از صلاحیتی داشتم. فقط اون انسان هایی که خودسازی کردن به اونجا میرسن که هر چقدر میرن بالاتر، هر چقدر در چشم خدا و خلق بالاتر میرن، در چشم خودشون کوچکتر میشن. شرح و بیان چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب، نسل جوان ما به خصوص، امام عزیز رو به درستی نمیشناسند، درک نمیکنند، عظمت امام رو نمیدانند. امام رو با امثال این حقیر مقایسه میکنند، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه.